به یک اشاره تو اگر تو ناز کنی عالمی نمی‌ماند، به گریه شب هجران کشیدگان سوگند که هر کجا تو بخندی زنی نمی‌ماند. هزار بار شهادت در قبیله تو اگر تو جود کنی خاتمی نمی‌ماند، اگر تو جود کنی خاتمی نمی‌ماند. سلونی قبلا تفقدونی، هر چی میخواید بپرسید من بگم. البته ادعا رو خیلی ها کردن بعد از امیرالمومنین، صرف ادعا بود، ادعا زیاد ها. اما کسی که پای این ادعا بتونه و حرف داشته برای گفتن، آقا امیرالمومنینه. حضرت فرمودن اسأل و امکانت اربعین، تو سوالاتتو بپرس تا اگه 40 تا باشه من جواب میدم. اون گفت 4 تا. اما الحق و الانصاف، تو این شبا عرض کردیم افرادی که بلند میشدن سوالاتی میپرسیدن که نه به درد دنیاشون میخورد نه به درد آخرت، این سوالای مسخره مثل سعد عبی و قاس که اومد سوال کرد من بگو مثلا ریشم چند تا. در مقابل همچین مردایی هم بودن که وقتی که سوال میکردن و دنبال جواب بودن برای اینکه خیر دنیا و آخرت درش بود. انصافا این مرد اومده وقتی هم نزد امیرالمومنین سوالات میپرسه، اگر کسی این سوال و جواب مولا رو بیاد سرلوحه زندگیش قرار بده، میتونه به یه عاقبت به خیری دست پیدا میکنه برسه. علی جان اول سوال من اینه، من واجب و ما الاوجب، تا
تو این عالم واجب چیست و واجب تر از واجب کدام است؟ چی واجبه؟ ما نوعاً میبینید تو اعمال و رفتارمون گرفتار مستحبات بیشتر تا واجب. یعنی خیلی از واجبات میبینی از ما فوت میشه و ترک واجب میکنیم، در مقابل خیلی مقیدیم به مستحبات، اما توجه نکردیم که عملاً مستحبات رو گذاشتن برای اینکه تکمیل بکند واجبات رو، نه اینکه انسان واجب رو انجام نده. من نماز یومیام نخونم بعد مثلا بگم آقا فلان روز چه نمازی داره، نافله این روز رو بخونم نامم ثواب 100 سال عبادت رو بده، اما اصل نماز رو نخوندم. روزه ماه مبارک رمضان که مثلا واجب است من نگیرم بعد برم مثلا بگم آقا 4 روز مهم سال هست روزش برابر همه عمره، ما که یه ماه رمضان رو میخوایم بگیریم که برم 25 ذوالقعده روزه میگیرم روز ده ذوالحج برابر عمر ثواب داره، ماه رمضان هم نگرفتم. چی باید پاسخ رو بدهد؟ وجود ناظرین امیرالمومنین فرمودن عمل واجب و فطاعت الله تعالی قبل از اینکه از بنده چیزی رو بخوان این است که تو بندگی چه غلامان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. مولا امیرالمومنین فهم واجب این است که انسان اطاعت از خدا بکنه. هر چی که خدا دستور داده بگه چشم، همه چی رو حساب و کتاب نکنه آقا چی میدی. اگه فرمودی نماز بخون در مقابلش چی میدی. یه بارم بگه آقا انتل خالق و انل مخلوق، اصلا من به عنوان مخلوق چه وظیفه‌ای دارم؟ اما این سوال دو مرحله بود، آقا واجب کدام است و واجب تر از واجب کدام؟ مگه ما واجب تر از اطاعت خدا داریم؟ چون آقا امیرالمومنین در جواب سوال واجب فرمودن عمل واجب و فطاعت الله تعالی، پس واجب تر از اطاعت خدا معلوم هست، فرمودن بله ولی اوجب منها فترک الذنوب. قبل از اینکه شما عبادت بخوای بکنی واجب تر از عبادت خدا اول این است که انسان معصیت خدا نکنه. میگن شما معصیت نکن، یعنی یک روز رو من پشت سر بگذارم در حالی که در اون روز گناه نکرده باشم، بعد کوچکترین عمل شما رو ازتون میخرم. چرا؟ به خاطر اینکه گناه یعنی مخالفت با تمام نظام هستی. همه دارن میگن لا اله الا الله، یه بنده این وسط یه بنده دیگه میره، یه مسیر دیگه ای رو انتخاب میکنه، این یعنی مخالفت. مل عجیب و ما العجب، عجیب کدام است و عجیبتر کدام؟ آقا امیرالمومنین فرمودن عمل عجیب و فد دنیا، هر چی نگاه میکنه به این دنیا این همش عجیب. ولعجب منها حب دنیا، اما عجیب تر از این دنیا اون کسانی هستن که اینقدر این دنیا رو دوست دارن با همه این ویژگی هایی که دارن تو دنیا میبینن، به هیچکی وفا نکرده، دو روز روز خوشی برامون نیست. میگه تعجب میکنم چقدر ما مردم این دنیا رو دوست دارن، میبینه به کسی وفا نکرده دنیا. بدون قصه و غم عرض کردیم آقا امیرالمومنین میفرمد دنیا منزود شده، خوشی او با غم و درد سوا نیست. ما نمیدونیم
هممون تو حال حسرت خوردن برای زندگی دیگران هستیم، اما از منظر اون زندگی اگه نگاه بکنیم میبینیم همه گرفتارشون هم بیشتره. بعد میگه آقا مثل که خودمون همه کمتر مشکل داریم ظاهرن. یه بزرگی جالب بود، میگه آقا شما اینجوری فکر نکن، اگر میخوای ببینید تو تقسیم بندی عالم چقدر به شما سهم رسیده حساب بکن، بگو چیزی که من الان دارم و شما تقسیم کنه عالم به 7 میلیارد نفر این سرمایه دنیا رو، به ما هرچی خدا داده بیش از چند برابرشه. یعنی سهمی که همین الان من و شما که ولی اون که گله هم بکنیم، ما چند برابر اون چیزی که سهممون میده به ما دادن. ما خودمون جزو کسانی هستیم که بیشتر از بقیه گرفتیم. یه تحقیقاتی کرده بودن حالا تو این گروه ها جالب بود که آقا مثلا اگر شما یه جفت کفش داری یا در روز یک وعده مثلا غذای گرم میخوری، شما مثلا 1 میلیارد جمعیت بیشتر ثروت داری صرف اینکه شما فقط در روز یه وعده غذا بخوری. شما اگه یه دست لباس اضافه داری بغیر از این لباسی که تنته، آقا از این جمعیت شما ثروتت بیشتره. نگاه میکنیم به خودمان بیشتر دادیم. اگه قرار بود بگیم خدایا ما عدالت تو رو داریم میبریم زیر سوال، به همین چیزی که به من و شما دادن هر کدوم اونم غور میزنیم مهم نیست، به همین چیزی که الان به ما دادن هم نهار غور دادن، ما خودمون بیش از حدمون گرفتیم. بعد ما همیشه طلبکار که آقا بیا ببین فلانی مثلا خدا چقدر به این داده به ما نداده. عجیب دنیاست و عجیب تر از دنیا اون کسانی هم که اینقدر این دنیا رو دوست دارن. هرچی هم بگیم عرض کردیم کلام میز اسماعیل دولابی رضوان الله تعالی علیه مثل دنیا مثل یک کوچه بن‌بست میمونه، اینقدر با سرعت میرن اصلا متوجه نمیشن. هرچی هم پیامبران وایسادن سر این کوچه میگن آقا بن‌بسته نرو، اینقدر این سرعت داره اصلا نمیشنوه، اصلا گوش نمیشنوه، میره اصلا اونجا پودر میشه، چیزی ازش باقی نمیمونه که بخواد به کسی بگه. بعضا گفتش که آقا بعضی ها میان دست و پا شکسته سر کوچه وای میسن، اینا هرچی دست تکون میدن آقا ما رفتیم، مثلا اگر کسی رفته باشه برگشته باشه، معمول کسی رفته دیگه برگشتی وجود نداره، تک و توکه انسان بتونه غرق دنیا بشه بعد یه دفعه چه اتفاقی بیفته همه اینا رو رها کنه، دو مرتبه توفیق توبه پیدا بکنه برگرده واقعا اون چهره دنیا رو بشناسه و درک بکنه و بعد از اون منزجر بشه. کمه، خیلی کمه، هستن ولی کم. اینا کسانی هم که میگن دست و پا شکسته دارن میان به همان میگن آقا ما رفتیم خبری نبود نگرد نیست، اینا اونا. ولی معمولا کسی ازش چیزی باقی نمیمونه، تا میخواد متوجه بشه چیزی بگه زبان قفله، هرچی هم انواد دورش فامیل و بچه و نمیدونم همسر دورشن دیگه نمیتونه حرف بزنه. دیدین یه وقت مثلا بعضی ها تو لحظه احتضار میخواد یه چیزایی بگه، چون یه صحنه هایی رو نشونش میدن ما ندیدیم که، بعد میخواد اینا رو عنوان بکنه دیگه قدرت نداره، یه جمله میخواد بگه یه حرفی میخواد بگه دیگه قدرت بر گفتن اینها نداره تمام. باز بعدی همون مسیر رو میره. مل غریب و ما الاقرب، علی جون به من بگو بدونم نزدیک کدامه و نزدیکتر کدام، چی نزدیکه به ما؟ حضرت فرمودن عمل غریب و فلا قیامه، نزدیک قیامته. آقا کودا قیامه او چند هزار ساله، نمیدونم سال دنیایی رو میگی، سال آبوگاهی رو میگی، محشر رو میگی، اینجا رو میگی، اما روایاتی که شما نگاه میکنید دیگه همین که میگه تو وارد قبر میکنن اول قیامت است. روزتون من ریاض الجنه یا حفرتون من حفرات النار، حساب و کتاب نشده، کارنامه نمیدن، اما مجموعه افعال این شخص رو یه نگاه اجمالی میکنن، حکم صادر نمیکنن، تو حالت قرنطینه است، بازداشت موقته.
تا حکم اصلی روز محشر معلوم بشود. اما نگاه میکنن به صورت کلی آدم خوبی بوده، حالا یه باقی از باقهای بهش عرض کردیم، به جسم کار ندارن، عالم برزخ، عالم معنویات، عالم روح، روح و روحانی. جسم کاری نداره که بیاد مسخره کنه آقا شما کدوم جسمو میگی شب اول قبل فلانی، من نمیدونم تو حادثه هواپیما اصلا بدنش منفجر شده، کی تو کدوم اصلا قبری وجود نداره، کدوم اصلا مهم نی، هر زمانی که شما از دنیا میری همون شب شب اول قبره. ما به عنوان شب اول قبر میگوییم، نه منظور خدا این قبر. حرکت این روح انا لله و انا الیه راجعون، این رجوع این روح رو ما میگیم شب اول قبر. حالا هر جا که بوده بدن سالمه، بدن از بین رفته، قبری هست قبری نیست، تو دریاست، تو هواست، تو آسمونه، تو زمینه، اینا مهم نیست، چون عالم برزخ عالم معنویات و عالمی است که روح رو متنعم میکنن و یا روح رو معذب میکنن. اما روایت میگه همینجا مقدمه قیامته. امیرالمومنین فقط قیامت نزدیکه، شما فکر میکنی خیلی دوره. اما نزدیکتر از قیامت اون چیزی رو که قبل از قیامت شما باید ببینید و درک کنید، ولاقرب منها الموت. قبل از قیامت، من علی وقتی به شما میگم قیامت نزدیکه، این بدون مرگی به شما جذبیده. نزدیک رو آقا امیرالمومنین قیامت رو مثال میزنه، یه نزدیک رو خواهیم قیامت. آقا بس مرگ چی؟ مرگ با شما همراهه. تو یه روایت نقل میکنه آقا روز 360 مرتبه ملک الموت به شما نگاه میکنه، منتظر دستور حضرت حق باشه جانو بگیره. چرا هی تکیه میکنن، تأکید میکنن آقا مبادا در حال معصیت کسی از دنیا بره؟ اومد امام باقر علیه السلام مسخره کرد در حالی که اصلا داشت کار میکرد. آقا مثلا اینجوری که الان شما داری عرق میریزی کار میکنی، همین الان اگه ملک الموت جونت رو بگیری چی میخوای بگی؟ میگن آقا حرص دنیا رو داشت. حضرت فهم بهترین حالت همین حالته، خیلی حالت خوبیه. من در حالی که دنبال کسب روزی حلالم برای زن و بچه‌ام، تو این حالت خدا من بهترین ساعته، بهترین لحظه است. ازا میگه روزی 360 مرتبه منتظر اشاره است. چه اینه میدونم؟ البته از جهات مختلف خوبه، هم که نمیدونیم خوبه، چون اگه به من گفتن 30-40 سال بگم عمر میکنی، از الان میگه شب خواب نمیشه. به هر کسی بگن ظرفیت عمر شما کیه، ما فکر میکنیم خوبه بدونیم، اتفاق خوبه بدونیم نیست، بدانیم بده، اصلا زندگیم به هم میبیده. لذا نزدیک قیامت به فرمایش امیرالمومنین، اما نزدیکتر از قیامت مرگ است. بعد عرض کرد علی جان مصعب و ما علی اصعب، سخت کدام است و سخت‌تر کدام؟ حضرت فرمودن مصعب و فلقبر. ما نمیگیم، امیرالمومنین میگه سخته، وجود مقدسه فاطمه زهرا میگه سخته. علی جان منو که دفن کردی بالا سر قبر من بشین برام قرآن بخون، نماز بخون، دعا بخون. اصلا یه رو حاضر نیست که یه رو بشینه کنار قبر عزیزش، حاضر نیست، اون داره خاک میرزه همین برن. چرا حالا؟ چون اونجا زمانی است که همه عزیزان، یعنی هر چی انسان محبت در وجودش هست، به هر چی که شما محبت داری ازش داری منفک میشه. حب خانواده داری، حب مال داری، حب خونه داری، حب ماشین داری، همه رو داری میبینی. فامیل داره، ارواح داره، کس داره، کار داره،
همه رو میذارن میرن. تنها